دردسرهای پاکستان در افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: دردسرهای پاکستان در افغانستان. منبع: ایندین اکسپرس. نویسنده: موهان سی راجا. دیپلماسی ایرانی: سه دسته رویداد در هفته گذشته اهمیت ویژه پاکستان را در افغانستان پس از پیروزی طالبان نشان می دهد. حضور جنرال فائز حمید، رئیس سازمان اطلاعات داخلی پاکستان در کابل، تشکیل نشست مجازی دیپلمات‌های ارشد منطقه‌ای همسایگان افغانستان با وسیله محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در افغانستان، و تماس تلفنی بسیاری از رهبران بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی با عمران خان، نخست وزیر پاکستان، یا ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش. دهلی باید در روزهای آینده انتظار فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک بیشتر را از سوی پاکستان در مورد افغانستان داشته باشد. عامل جغرافیا نقش محوری را به پاکستان در افغانستان داده، ولی این کشور نتوانسته است آن را به نفوذ سیاسی پایدار در افغانستان تبدیل کند. ایجاد عوامل نیابتی افغان و کمک‌های قابل توجه از سوی قدرت‌های بزرگ به پاکستان کمک نکرده است تا بر محدودیت‌های ساختاری خود در افغانستان غلبه کند، و این بار نیز به احتمال زیاد چنین باشد. بسیاری از کشورهای جهان به یقین به پاکستان رو می آورند تا واسطه آنها نزد حاکمان تازه افغانستان باشد، ولی توانایی پاکستان در اجابت منافع بین المللی و توانایی آن در مدیریت تحولات داخلی در افغانستان بستگی دارد. با وجود توجه رسانه‌های بین المللی به سفر حمید به کابل، هیچ مسئله غیر عادی در آن وجود ندارد. ویلیام برنز، رئیس سیاه، نیز اخیراً به کابل رفت تا با رهبران طالبان گفتگو کند. البته هدف از این دو دیدار نیز متفاوت بود. برنز برای اطمینان از تخلیه ایمن شهروندان آمریکایی و دیگران و کشف ظرفیت مشارکت‌های آیتی آتی با طالبان به کابل رفت، ولی پاکستان به شدت درگیر تحولات پردردسر افغانستان از زمان استقلال آن است و بیش از هر کشور دیگری در افغانستان دغدغه دارد. نقش دستگاه اطلاعات از کمک به ایجاد طالبان تا حمایت دیپلماتیک و مشروعیت بخشیدن به آنها نیز گسترده بوده است. در حالی که موضوعات زیادی در دستور کار حمید در کابل قرار دارد، ولی هدف خاص پاکستان میانجیگری بین جناح‌های مختلف طالبان در زمینه تقسیم قدرت و تشکیل دولت پایدار در آن است. باید گفت پاکستان آنقدر قوی است که افغانستان را بی‌ثبات کند، ولی آنقدر قوی نیست که بتواند نظم سیاسی پایداری را در مرز دیورند ایجاد کند. این نخستین بار نیست که مداخله پاکستان در افغانستان به پیروزی منجر شده است. در اواسط دهه 1970 پاکستان با مشارکت شاه ایران موفق شد داود خان قدرتمند را از دوستان کمونیست خود در داخل و در مسکو دور کند، ولی این پیروزی دیر نپایید و کمونیست های افغانستان داود خان را در کودتای در اواخر این دهه سرنگون کردند. پاکستان بار دیگر در سال 1989 و زمان اخراج ارتش شوروی از افغانستان پیروز شد، ولی با گرفتار شدن مجاهدین در جنگ داخلی گسترده مجبور به مداخله شد. در مورد برآمدن و سقوط طالبان به دست آمریکا نیز همین ماجرا تکرار شده است. شکی نیست که ارتش پاکستان نقش محوری را در کابل دارد، ولی آیا می تواند دولت و جامعه افغانستان را به هر سو هدایت کند؟ پاکستان در حال حاضر با مشکل آشنا در کابل روبرو شده است. ورود طالبان به کابل یک مسئله، ولی سازماندهی دولت مشروع تازه مسئله دیگر است. مسائل مربوط به حقوق زنان، عفو اعضای دولت سابق، جایگاه اقلیت‌های قومی و مذهبی در دولت جدید و پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی، مدیریت مالی دولت و تدوین راهبردهای معتبر توسعه اقتصادی نیز بسیار بحث برانگیز است. راهبرد استفاده از ده‌ها سال افراطگری مذهبی خشونت‌آمیز برای تسلط بر افغانستان بر سیاست پاکستان تأثیر زیادی گذاشته است. دغدغه بزرگ سیاسی برای ایجاد بی‌ثباتی در همسایگان باعث شده است که اقتصاد پاکستان از اقتصاد بنگلادش عقب بماند.
امروز تولید ناخالص داخلی هند 10 برابر بیشتر از پاکستان است. پیروزی پاکستان در افغانستان ممکن است چالش بزرگتری برای هند و منطقه باشد، ولی بعید است که روند افول تدریجی قدرت ملی پاکستان در چند دهه گذشته را معکوس کند. و حدود 4 هفته است که دولت پاکستان روی گذرگاه های زمینی خود با افغانستان محدودیت های شدیدی وضع کرده است. در پی تسلط طالبان بر کابل، هزاران تن تلاش کردند که از طریق زمین و هوا افغانستان را ترک کنند. جمع بزرگی از این افراد تلاش کردند که از طریق مرزهای زمینی وارد پاکستان شوند. در اولین روزهای پس از سقوط کابل، یک تعداد به آسانی وارد پاکستان شدند، اما در حال حاضر رفت آمد برای کسانی که حتی سند قانونی سفر به پاکستان را هم دارند، به دلیل تراکم هزاران نفر در اطراف مرز مشکل شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، این مشکلات را میپذیرد و میگوید در این اواخر مشکلات هموطنان ما در مرز چمن و تورخم زیاد شده است. ما بارها از دولت پاکستان تقاضا کردیم که دروازه های خود را بستن نکند. مهاجران بروند، مریضان بروند، رفت آمد بین دو کشور عادی باشد. آقای مجاهد می افزاید که پاکستان نگران امنیت خود است و به همین دلیل بر مرزهای خود محدودیت وضع کرده است. و قول آقای مجاهد، پاکستان نگران است افراد گروه داعش که از زندانهای افغانستان رها شدند وارد این کشور شوند. سخنگوی طالبان میگوید که آنان به دولت پاکستان گفتند که مسافران را از لحاظ امنیتی بررسی کند، اما به آنان اجازه ورود به خاکشان را بدهند. ذبیح الله مجاهد ابراز امیدواری کرد که به زودی این محدودیت ها از مرزهای مشترک دو کشور برداشته شود. و ای تاکید کرد یک تراکم عمده هموطنان ما در بندر تورخم و چمن به وجود آمده است، اما هیچ گونه استفاده از خاک ما بر ضد پاکستان نخواهد شد. با این حال دیده شود که محدودیت ها از این گذرگاه ها چه وقت برداشته می شود. رمضان بیش از 3 هفته است که از طریق مرز اسپین بولدک وارد پاکستان شده است. وای از دشواری های رفتن به پاکستان قصه می کند. وای در بدل 6000 کلدار پاکستانی به شکل قاچاق از مرز اسپین بولدک عبور کرده است. رمضان می گوید که مرز اسپین بولدک نسبت به گذشته اکنون خیلی بیروبار است. به گفته وای قاچاق بران از هر نفر تا 20000 کلدار می گیرند. وای تصریح کرد مردم با خانواده هایشان در اسپین بولدک منتظر هستند که راه برای عبور از مرز پیدا کنند. آنانی که تذکره قندهار را دارند عبور میکنند، باقی انتظار میکشند تا فرصت عبور از مرز پیدا کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.